عزیزان، تصاویر این کباب رو دیدین؟ تمام کسایی که پشت دور بینن دارن دعا میکنن من زودتر بگم و این کباب رو میل کنم. برای اینکه یه کباب کوبیده خوشمزه داشته باشین باید دقت کنین 60% گوساله 40% قلبگاه گوسفند باشه. سره های چرخ گوشتتون رو بهش دقت کنین. اولین سره ای که چرخ میکنین نخودی باشه و بعد میتونین دو بار توی کبریتی چرخ کنین، یا یه بار کبریتی یه بار ریز. حالا اینا رو توی آموزش به شما عزیزان آموزش میدم که چه موقع پیازش رو اضافه کنین، پیازو چجوری رنده کنین، چقدر میزان آبش رو بگیرین. ببینین این کباب چقدر جوسیه. برای اینکه کباب شما کاملا جوسی باشه و اینجوری استوار و محکم باشه ولی سفت نشه، کلی نکته داریم. بریم با هم درستش کنیم. ببینین عزیزان، اینجا من برای شما 60% گوشت راسته گوساله در نظر گرفتم، 40% قلبگاهه. ابتدا گوشت راسته رو خورد میکنم، حالا به قطعات کوچیکتر برش میدم. قلبگاه هم به همین شکلی که میبینین خورد میکنم. بعد از خورد کردن این گوشت 2 ساعت تو فریزر قرار میدم تا این گوشت راحت خودش رو بگیره. الان که توی چرخ گوشت میخوام بریزم، ابتدا با سر نخودی چرخ گوشت من این رو چرخ میکنم. وقتی که این گوشت رو کاملا چرخ کردم دوباره تو فریزر میذارم یه نیم ساعتی بمونه. در این فاصله پیاز رو خورد میکنم و از چرخ گوشت عبور میدم. دقت کنین هر اندازه وزن پیازتون در رسیپی هست 2 برابر در نظر بگیرین و از چرخ گوشت عبور بدین. میدونین چرا؟ الان بهتون میگم. پیاز ما توی تنظیف می‌ریزیم و کاملا آبش رو می‌گیریم. تقریبا نصف اندازه پیازمون آب ازش خارج میشه. حالا پیازو به گوشت اضافه می‌کنم و یه کمی نمک و فلفل اضافه می‌کنم و عرض میدم. حالا مجدداً از چرخ گوشت عبور میدم. در این حالت سره چرخ گوشت من کبریتیه. میتونین تا 3 بارم انجام بدیم ولی 2 بار کافیه. حالا که مرحله دوم تموم شد، یه مقدار نمک و فلفل و ادویه. ادویه‌تون هم بهتر ادویه کاری باشه. اونقدر بعد این گوشت رو با دست ورز بدین تا بافت گوشت انسجام پیدا کنه. به همین شکلی که بهتون میگم. میبینین چه انسجامی پیدا کرده؟ حالا 1 تیکه بر میدارم از اندازه گوشت که میخوام به سیخ بکشم. اینو توی یه کاسه دیگه شروع میکنم کوبیدن. این خودش به انسجام گوشت من بیشتر کمک میکنه. وقتی که میخوام گوشت رو به سیخ بکشم دستم رو ببینین تمیز میکنم توی آب یخ. حالا شروع میکنم به سیخ کشیدن. ببینین اندازه کباب کوبیده میتونه بین 100 تا 120 گرم باشه، ولی اگه کباب لقمه ای بخواین 180 تا 200 گرم. ببینین عزیزان، دقت کنین به این صورت دستتون رو روی گوشت حرکت بدین تا این گوشت کاملا به سیخ بچسبه.
همطور که همیشه بهتون گفتم از کوبیدن سیر غافل نشین تا عطر سیر بلند بشه. حالا شروع میکنم سیر رو با چاقو خرد کردن و یک کمی نمک بپاشین تا سیر به چاقو شما نچسبه. کاملا ساتوریش میکنم. گوجه ها رو تو آب جوش میندازیم که راحت پوستش جدا بشه. حالا خوردش میکنم. دونه های گوجه رو بیرون میریزم. بعد ریز شروع میکنم ساتوری کردن. در واقع من گوجه ها رو فیله کردم. یه مقداری کره توی تابه میریزیم و یک کمی هم روغن مایه بهش اضافه میکنیم. وقتی داغ شد یک کمی زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنیم. بعد گوجه های خرد شده رو میریزیم و تفت میدیم. بعد از چند دقیقه یک کمی نمک اضافه میکنیم برای اینکه گوجه کاملا آب بندازه و پخته بشه. حالا بقیه گوجه ها رو از وسط نصف میکنم و حتما کمی نمک و فلفل روی اینها میپاشم. با روغن مایه این گوجه ها رو چرب میکنم. این گوجه ها رو به سیخ میکشم. حالا برمیگردم دنبال سسی که دارم درست میکنم. یه مقدار رو به گوجه بهش اضافه میکنم و یه کمی آب لیمو ترش تازه. این سس باید به این حالت درآد. حالا نون سنگک رو به اندازه ماهی چابه برش میدم و اینجوری میزنم روی این سس. کاملا آغشته به سس میکنم. این نونای خوشمزه رو توی سینی میچینم و یه مقدار از این سس ببینین دوباره روی این میریزم که پر سس بشه. آماده است که کبابام درست بشه و بذارم روش. یه مقدار پیاز رو خلالی کردم. یه مقدار سماق و نمک بهش اضافه میکنم و کاملا با دست مخلوط میکنم تا این طعم سماق توی پیاز بره. حالا اینو کنار این نون گوجه ای قرار میدم. کبابا رو روی باربیکیو میذارم و عزیزان ما بین پخت این کباب رو بلند کنین و روی این سس بزنین. این سس میدونین چیه؟ کره آب شده با زعفرونه. مجددم میذارم روی حرارت. حالا کباب و گوجه و فلفل رو روی این نون خوشمزه قرار میدیم. و بعد یه تیکه از این نون میکنیم و یه تیکه کباب. نوش جون همگیتون.